بچه یه پروژه جدید بگیرین، روی پروژهتون یه باتن قرار بدین، یه دکمه در واقع، و از تب دیتا یه دیتا گرید ویو قرار بدین. پس یه باتن یه دیتا گرید ویو. به این شکل باتن رو انتخاب میکنم، خاصیت پروپرتیز، متنش رو میکنم شو دیتا. از منوی پروژکت اد نیو آیتم رو انتخاب میکنیم، SQL Database رو انتخاب میکنیم، یک نام به فایلمون اختصاص میدیم، عنوان مثال University، این میشه بانک اطلاعاتیمون که مال یونیورسیتیه، و اد میکنیم. هر صفحه‌ای که باز میشه هیچ گزینه‌ای رو انتخاب نمیکنیم و فقط فینیش میکنیم. فایل MDFمون به کادر در واقع اکسپلورر اضافه میشه. یه دیتا ست هم برامون میسازه که درس جلسات آیندهمونه. کاری باش نداریم. روی دیتا ست راست کلیک میکنیم، میگیم دیلت دیتا ست. دیتا ستمون رو پاک میکنیم بچه‌ها. خب. بعد از اون در قسمت سرور اکسپلورر پلاس یونیورسیتی رو میزنیم، روی تیبلز راست کلیک میکنیم، یک تیبل جدید میسازیم با مقادیر SID از نوع integer، SName از نوع enverker و SFamily از نوع enverker. یه SMARK هم بذاریم بچه ها که از نوع integer باشه. خب SID رو کلید اصلیش میکنم و سیوش میکنم با نام student. SID، SName، SMARK و یه مقدار اولیه بهش میدم. show table data کد 101 جو مکس نمره 12 کد 102 جان. میام سراغ شو دیتا ببینیم چجوری میتونیم اطلاعات رو تو این دیتا گریده نمایش بدیم. دابل کلیک میکنیم، شروع میکنیم به کد نویسی کردن. به ترتیب ابتدا یوزینگ انجام میدیم، یوزینگ system.data.sql client. using system.data.sql client. بچه دیتا رو هم میخواییم اما دیتا خودش هست. ببینید دیتا هست، ما فقط SQL client رو اضافه میکنیم. بله یه namespace، نه namespace فقط، ما اون بالا فقط namespace رو حق یوزینگی داریم، نمیتونیم تا کلاس بریم. ببینید علامت آکولادو و نیم اسپیس بالاتر ایمپورت کنیم بقیه رو پوشش نمیده. اینجوری نیست که مثلا بگیم چون سیستم رو یوزینگ کردیم همه زیر مجموعه هم یوزینگ میکنه. فقط تا نیم اسپیس قبل از کلاس رو. ببینید مثلا دیتا تیبل توی سیستم داد دیتا ه. SQL کامند توی SQL کلاینت. خب؟ توی SQL کامند یه کلاسه. کسی رو مشخصه توش. ببینیم بچه ما یوزینگمون تا سطح نیم اسپیسه، نمیتونیم دیگه شهر اصفهان رو هم یوزینگ بکنیم. میگیم یوزینگ asia.iran دیگه از اصفهان نمونه میسازیم ازش استفاده میکنیم. اوکی؟
هم نام و هم نمیسپیس هم داریم. باشه، بعد از اینکه یوزینگ انجام دادیم، در رویداد باتن کلیک شروع میکنیم به کد نویسی. میگیم SQL connection، یه اسم براش میذاریم، CONN برابر است با نیو SQL connection. اگر ریزه درشترش کنم از اون آخر خوبه؟ درشترش کنم. اوکی، الان درستش کنم. بذارین بعد از اون CNN dot connection string برابر است با چه مشکل داریم؟ using system.data رو که داره، using system.data.sql client. شما باید تایپ کنیم، من کوپی پیست کردم. تایپ کنیم که یادش بگیریم بچه. تو چند خط تایپ کنیم؟ چقدر زیاده. الان بهتون میگم علامت اتش مال اینه که چون تو این رشته از کاراکتر بک اسلش استفاده کردم که در زبان سی باعث میشه رشته بسته بشه، ات ساین همه رو خونسا میکنه. نه اینجا کار بین نداره. اینجا ات ساین مال اینه که مثلا ببین اینجا رو، این بک اسلش رو میدونی که تو سی باید دوتا بزنی، به جای اینکه نخوام اینا رو همه رو دوتایی بکنم یه ات ساین میزنم همه این مشکلاتشو حل میکنه، یه حقوق هست. بعدش هم conn.open. چسبه این قسمت.